Bismillahirrahmanirrahim. Beşer ezlahati Rabon Şinasi Rabon yetişidiz ki Hudavend Zuh Rabon Hudavend Hesavi nemidunim ki Duri ki Barcad Ruhmi Aferini دیگه نفخت رو بیه من روحی فوت کردم به اصطلاح نفخت رو به ما که رسید ما باید دور برش سبزی میچنیم مثل قضایی و چیز میکنیم و چیزای اضافه بش میکنیم دور برش حاشیش یا خودش رو تشریح میکنیم برای ما یه چیز مرکبی زد اجزاء کوچک ولی خداوند جزء نداره همه چیز کنیم بازید این مطلب رو مثنوی مفصل در اشعارش گفته من چون حافظم هم چی درست نیست اشعارشون ولی هم چی هست بعد البته این روش و این همین موجب میشه که خود بشر هم بشری یعنی اون جسم، اون خاکی که بعد از نفخه الهی حیات پیدا کرد و ایمان پیدا کرد که چه جن آفرین پاک را اون که جن بخشید و ایمان خاک را یه قطع خاکی جان بشتاد بعد از جان ایمان هم بشتاد در لحظه ایم این قطعه خاکی قطعه گلی که خداوند بهش جان و ایمان داد یک قطعه است قابل تجزیه نیست ولی ما اون هم تجزیه میکنیم میگیم یه عده ای از این نسل این خاک سیاهن یه عده ای سفیدن یه عده ای سرخن یه عده ای زردن
اینا تقسیم بندهایی است که ما میکنیم و ما دیدیم ولی در اصل اینا همه یک خدا هم جدا نکرده یه تکشو بگه این تکه قرمز باشه ولی به ما که رسید ما این تجزیه رو میکنیم حال نه تنها این کار رو میکنیم بلکه میام برای هر کنم از این قسمت ها یه حیثیت و شخصیت جداگونه قائل میشه بحث پیش میاد مثلا که اون استثمارگلان به قول اصطلاح سیاسیشون که میگیم سیاهان سطح فکرشون پایین تره یه تعدادی هم آزمایش هایی که ما نمیدونیم چیه و وارد نیستیم که آیا درست آزمایش کردن یا نه میکنم میگم به این دلیل ما بعد اینا برتریم وقت اینا وقتی که مختلف باشن با هم اختلاف دارن این یکی میگه من بهتر میفهمم و باید آقای جهان باشم اون یکی دیگه میگه نخیر من بهتر میفهمم نه تو من باید آقای جهان باشم با هم جنگ میکنند این دوتایی سومی میاد تو جنگ میگه که نه تو نه تو اصلا هممون یکی هست کنار هم نشسته جنگ نمی کنه ولی اونا مش بش می دن و این هم ناچار مش بش این اختلاف نشون ایرانی که انسان های مختلف هست این خب امروز بعضی ها خب بعضی از نویسندگان من داستان نویسم نمونه گیری کردن از مولوی تمام مطالبی که خودشون میخوان بگن در ضمن یک داستان گفتن و بعضی هاشون خیلی خوب چیز کرده یکی این کتابه که ترجمه هم شده به نام شهریار شازده کوچولو شازده خوب نشون میده میگه اون یکی چتکه میندازه آسمان و زمین و ستاره ها اینا مال میگه مال منه این ستاره هم خود درسته اون یکی خرابه داره چیز میکنه اینا رو من خودم این دلش خوشه یه داستانه خودش هیچی نیست ولی میگه من مالک این اون یکی دیگه میگه من حاکم ستاره ها هستم بعد غروب و طلوعشون به دیگری انجام میده میگه بله اونا هر کسی یه چیزی میگه ولی همه این ها هیچ همه این اختلافاتی این اختلافاتی که این بشر با هم داره هیچ هر دوشون همه شون هر سه شون هر چهار شون از یک نفخه الهی به وجود آمده اند قاعدتا همه شون مثل همه همون جوری که خود قرآن هم با می فرماید من نفس واحده هسته یک وجود هسته خب در این جریان این هایی که شروع می کنن به
درک این مسائل عالیه. خود یه بچه خودمون، بچه انسان رو نگاه میکنیم، اول چه دیدم؟ اول دیدش فقط توی باغون، دیده و توی این که این ستاره ها چی هم چرا نمیان پایین ما رو روشن کنن. در این روزه کم کم یه خوده فهمش میره بالا و درک میکنه که همه اینها یکی هستن، همه این موجودات یکی هستن. وقتی این بشر این ترک کرد، این نظر جدیدش رو اسم میذاره، میگه وحدت وجود. وحدت وجود چیزی نیست، قلمبه ای که این همه ازش میترسند و نمیدونم یکی طرف داره. اون چیزی که همه ما یه خورده گاهی که فکر میکنیم به خدا فکر میکنیم، به خودمون فکر میکنیم، ز کجا آمدم، کام آمدنم که اهلش بود، و به دیگه نون فکر میکنیم که مثل ما همین سرنوشت رو دارن. ما میگیم همه اون یکی میفهم، زمینه پیدا میکنه برامون که بفهمیم همه اون یکی هست. این بشر از یک چیز همه وحدت داره. یکی اسم اون چیز واحدی که اینها همه میگن حق است و وجود داره. از نظر یه عده‌ای مانند مثل ما میگیم اسمش گذاشتیم خدا، الله، گود، دیو و همسالیم. از نظر یه عده دیگه گفتن آقا بگن دعوای شما چیه؟ نخه هیچ کدومش نیست. این ماده است که همه چیز از رو ماده به وجود آمده. اسمشو میذارم ماده. اسم ها فرق میکنه، ولی همه موجودات در ذهنشون میدونن که یه خالق دارن. اون خالق رو هر کسی یه اسم جداگونه میگذاره. بعد سر همین مسئله با هم دعوا میکنن، مثل بچه ها که در بازی میکنن و بعد یکشون شاه میشه، یکشون وزیر میشه، یکشون چی میشه. اینا بشر هم همینجوره، اگه خوب فکر کنه همینجوره. ما خودمون، یعنی خود ما بشر، جمع داریم، جمع خودمون به یکی از مثل خود ما ها میگیم کداشه اسمش جمع، به یکی اسمش کداشیم زحاک. اینا با هم دعوا میکنن. و همون که ما دقت کنیم به قول خیام، کفک افکن به خاک صد هزاران جمع و کی این آمدن بی تیرمه و رفتن دی. کو اثری از جمع در مدن مرده ما؟ ما به طول کتاب می نسیم تاریخ اسم این ها رو می نسیم. این دعوه ها رو خیلی جالب باز این کتاب جدید گولیور به اصلاح چیز
این چیز کرده که دو گروه با هم دعوا دارن میپرسد اختلاف شد سر چیه میگوید این یکی میگه ما میگیم تخم مرغ رو باید از اون نوکش از اون تر باریک شکست یکی میگه نه باید از اون تر چیز شد اینا با هم جنگ میکنن و خودشون میکشن و کشتی هاشون بعدم که گرفتاری پیدا میشه برای هر کدوم داد و بیدادشون برند بشه که این چه وضعی چه چیزیست هیچ کنوم هیچ کس بر نمیگرده به این که اول فکر کنه که ما اصلا چی هستیم خودشو با یه قطعه سنگ با یه قطعه نبات اینا مقایسه کنه با یه گل مقایسه کنه بی هر دومون هم جان داره اون جان گیایی همینجور همه با هم و برای خودمون از این بد بودن ها از این دعواهایی که سر از شکستن تخم مرغ این ما هست کتاب ها نوشته بود اینها همه میبینیم میبینیم در زندگی همینجور شده حالا انشاءالله خودم را از این پیچ و پیچ ها نجات بده یه درک و عقل الهی به ما بده که بفهمیم انشاءالله Come!